که تمام آثار تلویزیونی و سینمایی هر موقع تیتراژشون رو نگاه کنیم با نام یک طراح دکور و یا طراح صحنه برخورد میکنیم. الان اومدیم ببینیم یک طراح صحنه یا طراح دکور چی کار میکنه و اصلا چی هست. خوش خوش اینجا بخواه این نوزه بیاره زمان همیش کنیم رسته. با توجه به اینکه شما تو همه کارهاتون با چوب و سنگ و چیزا سر کار دارید، چقدر این شناخت این متریال ها، این چسب ها، این وسایل کار شما تاثیر داره؟ سنگ کار نمی کنیم. اگه قرار یه نمای سنگ هم تو کار کنیم باز چوب کار میکنیم. طراحی تو کامپیوتر بافت سنگ میدیم به صورت برچسب. اون چوب وقتی که تر سنگ رو میچسبونیم سنگ دیده میشه. حالا اگه یه سنگ به صورت سنگ طبیعی هم بخوام بسازیم باز با متریال مثل یونالیت یا مواد دیگه ترکیب میکنیم، یه حجم رو میسازیم، با رنگامیزی نشون میدیم سنگ. خروج تصویر مهمه توی کار، یعنی بیننده ما سنگ ببینه. حالا این سنگ ما توی استودیو مثلا با کاغذ کار شده یا با خمیر کار شده زیاد اینش مهم نیست. در واقع با متریال هم که خوب بازم گفتم دکوراتور باید متریال ها رو بشناسه و هر متریالی رو به جاش استفاده کنه. لزوما اگه قرار ما یه فضای فلزی داریم حتما لازم نیست فلز استفاده کنیم. باز با رنگامیزی با متریالی که انتخاب میکنیم فلز دیده میشه. الان مثلا متریال های بیرون هست که کاملا یک نوع پلاستیک فشرده هست، حتی جنس پلکسی هستن، یه نوع تلقایی هستن، ولی بیننده ما فلز داره میبینه توی تصویر تلویزیونیش. ولی خب خیلی سبک و ساخت و ساز با اون متریال خیلی سریعتر و راحتر هست نسبت به اینکه ما یک آهن واقعی فلز واقعی رو استفاده کنیم توی کار. بعد الان اینجا این اصلا کلا این فضا الان چیه؟ موجه چیکار میکنه؟ این فضا آقای نصیری از دانشجویان بسیار بسیار خوب و ممتاز من هستن که پروژهشون رو یک دکور آموزشی انتخاب کردن. این فضای آموزشی الان برای پروژه ایشون هست که من راهنماشون هستم. اینجا که در این دیواری که دارن طبق طراحی خودشون طراحی کردن، اینجا قراره یه مونیتور قرار بگیره که موجی که صحبت میکنه راجع به مسئله آموزشی توی اون صفحه مونیتور اون مباحث دیده بشه. این تخت و اینا همش مرتبط با همین با همه مقاله. یه فضا البته اینجا مبل قرار میگیره، میستندلی قرار میگیره، اینجا هم که یه پنجره هست. یه فرمایی که ایشون زدن یه فرمایی ساده زدن که یه بحثی که خیلی 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 مهمه، باز متاسفانه هنوز داره رعایت نمیشه، خیلی کمتر داره رعایت میشه تو تلویزیون خودمون، این که به دکور زیاد میپردازن، یعنی مجری توی دکور گم میشه، در صورتی که ما توی برنامه تلویزیون اولویت اول اون مجری دیده بشه. ما الان دکورای تو تلویزیون پخش شده که هی باید نگاه کنیم توی صفحه تلویزیون که مجری کجا بگردیم کجا هست. توی این دکوری که آقای نصیری طراحی کردن دارن که مشغول ساختش هم هستن، بنابر این گذاشتیم که مجری دیده بشه، مونیتور خوب دیده بشه که بیننده ما که به اصطلاح دانش آموزان هستن ذهنشون زیاد سمت دکور نره، بیشتر سمت مجری و اون مبحث خروجیش آموزشی هستش بره سمت اون. الان خب من هم بیام مثلا همین دانشجوی شما بخوام این کار رو یاد بگیرم، اول یه دکوراتیو یه دکوراتور در اصل باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ یعنی شما به عنوان استاد چون کار هنری بود تو هنر همیشه یک آنی رو باید داشته باشید. اون آنها حالا اگه فیزیکی هست، استعدادی هست، ذهنی هست چیه؟ و چقدر زمان میبره که یک نفر بتونه حداقل از اون استانداردهای اولیه این کارو بتونه انجام بده؟ ما معلم هنر اعتقاد داریم که توی یک فعالیت هنری 10% استعداد مهمه، 90% تلاش. تلاش. و ما بر اثر تلاش هست که بیشتر میتونیم به نتیجه مطلوب برسیم. در تو باید دکور اول یک باید شما تقریبت روشن باشه که تو کدوم قسمت دکور. مثلا در زمان ابوعلی سینا مثلا میگفتن طبیب ابوعلی سینا، ولی الان دیگه یه نفر نمیتونه ادعا کنه. یه نفر میگه وقتی میگه من دکترم، میگه مثلا من دکتر عمومی هستم یا دکتر قلب هستم، دکتر کودکان هستم. تفکیک توی دکورم شما میتونید بگید من طراح دکور هستم یا تو یکی از بخش‌های دکور میخوام فعال باشم. شما میتونید به عنوان مثلا برق‌کار توی قسمت دکور فعالیت کنید، یا به عنوان نقاش، یا به عنوان به اصطلاح قسمت ساخت و ساز، قسمت نجاریش، قسمت فنیش با کار کنید. این اول باید مشخص باشه. و اگر شما بخواید در ابتدا به صورت آکادمیک وارد نشید، به صورت سنتی و حالت همون شاگرد استادی بخواید کار کنید، خب قطعاً گرایشتون رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که شما مثلا رویات مثلا ظریفکاری داری،
قسمت ظریفکاری دکور به شما واگذار میکنیم که مثلا قسمت گرافیک تابلو هست یا قسمتی که مثلا میخواییم یه برچسب رو بچسبیم خیلی تمیز و دقیق باید اجرا بشه، ولی امکان داره بگه نه من قسمت نجاریش و قسمت نوپام و برشکاری رو وارد بشید یا قسمت رنگ. اون نسبت به رویات شما و استعداد شما ما انتخاب میکنیم و شما مشغول کار میشید. خب الان میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم یه تخته یا به قول خودمون اندازشو بریدیم، میخوایم حالا با اره ببریمش یا کوتاهش کنیم چون یه خورده بزرگتر درست. خب اینا چیه؟ این که همون تخته‌ای که گذاشتیم ثابت نگرش داره، چون خوب. داریم میبریم امکان داره یه خورده کج موبت شه، یه خورده حالت نشه صاف در بیاد. بعد گیرایی که هستش گیرای نجاریه که برای بستن همچین چیزای ریزی مثلا حالا که این تکون نخوره درست. خب این گیرا رو محکم می‌کنیم طوری که این چجوریه می‌کشی عقب شله اون حالت پیش داره. متوجه این درست شدی؟ بله. اینا همین ور نه اینو میاری اینجا آره بعد اینو می‌کشی بالا. متوجه شدم. بعد اینو سفتش بعد اینو سفتش می‌کنی. اینه که وقتی سفت کنی دیگه این کلاً تکون نمی‌خوره. خب این از این. بعد چیزی دیگه هم که داریم اره. خب کار با اره اولا یه چیز خطرناکی و تیزی و برای نجاریه. یه زامن داره برای روشن شدن، بعد دو دست رو باید بگیر. بگیریم. خب. دو دست رو باید بگیر. حالا تو این کار میگن عینک و اینجور چیزا هم بزنی که واقعا یه کار خطرناکیه. خیلی خطرناکیه. اگه میخوای ببری یا آموزشو بدم؟ شما بذار آموزشو. بر آموزشش هم اول صاف این تخته، بعد این خب. تخته پشت رو نگه داری خب. محکم. صاف این تخته رو نگه می‌داری بعد اره رو می‌کنی تا وقتی که شروع به کار کرد شروع می‌کنه به بریدن. اندازه‌ای که می‌خوای و برات می‌برده. فقط تنها چیزی هم که هست فاصله‌ای که باید رعایت کنی که صاف بریدشه. آه یعنی بطا این هدایتش دست خودشه. هدایت دست خودشه. فقط نمیتونی در حین مثل کار بچرخونی اینو. متوجه شده. چون امکان داره این تیغه خطرناکه یه خورده اذیت کنه تختارو. تختارو اذیت کنه. هم تختارو بعد این هم خود تیغه هم که امکان داره بعضی موقع شکستنش هم هست. خودت که کار نداره. خودت هم یه خورده اذیت میشی موقع بریدن اگه بخوای یه خورده چیز کنی. حالت فشاری که میاره رو دستات واقعا خیلی بده. آدید اذیت میکنید. اینو اول صاف بگی با این. آره صاف همینجا گرفتی درسته. آره الان برم الان یه خورده بیار عقب‌تر. عقب‌تر بیار عقب بیار عقب. آره فشار بده رو به جلو دگمه رو بزن. اون در کار سختی نبود. من خیلی استرس داشتم. بذارید در مورد کاری که انجام میدید برامون توضیح بدید. اصلا چجوری باید وارد این کار شد؟ چه شرایطی داره؟ از کجا باید یادش گرفت؟ خب قدیما که خب حالت استادشاگردی بود، ولی امروزه دیگه به صورت آکادمیک هست. یعنی اینکه
تفکیک میکنن که یک نفر طراح دکور هست، یک نفر مجری و ساخت دکور هست. اینو میتونن توامن با هم باشن، یعنی اینکه یه نفر میتونه هم طراح دکور باشه و هم سازنده. علاوه سازنده دکور وقتی داریم ما میگیم سازنده یک تیم داریم میکنیم، یه تیمی که متشکل از مثلا نقاش هست، برشکار هست، نجار هست، برقکار هست. و الان هم که تکنولوژی دیگه مختلف به دکور اضافه شده، یعنی زمانی که فقط سازنده دکور که میکردیم تو ذهن همه مثلا نئوپان میومد با یه رنگ، بله، با یه سری کار نجاری، ولی الان نه. مثلا ما الان دستگاه لیزر به کمک دکور اومدن، ما میتونیم برش های بسیار دقیق داشته باشیم. سی ان سی دستگاه، حتی فرمایی که به اصطلاح کمتر انسان درگیرش میشه برای ساختش، خیلی جذابتر میشه. یک، دو، من اینکه دکور خیلی سریع شکل میگیره، سرعت بیشتر. شما وقتی مثلا عموما ما تو ایران زمان خیلی محدود داریم، یعنی هر کی سفارش میده مثلا میگه من یه هفته دیگه دکور رو میخوام، اینطوری نیست که مثلا یه دکور رو سفارش بدن میگن 6 ماه دیگه، 3 ماه دیگه میخوایم. خب توی زمان کوتاه اگر ما بخوایم فقط با نیروی انسانی پیش ببریم، با روش سنتی پیش بریم، قطعا نتیجه کار مطلوب نخواهد شد. ولی اگر شما تکنولوژی جدید، پس واسه استفاده از تکنولوژی جدید میکنیم. برای من توی هیته فعالیت خودم دارم میگم که دکور هست، در رشته دیگه هم همینطور هست، همه باید به روز باید باشن. تکنولوژی جدید داره وارد کار میشه، شده، و خیلی از کارهایی که ما یه زمانی خیلی زحمت میکشیم، ساعت ها طولش میدادیم، الان با دستگاه، با تکنولوژی جدید به سرعت، هم با دقت بالاتر و هم در یه زمان خیلی کوتاه‌تر شکل میگیره. خب گفتید که قبلا بیشتر به صورت شیوه اصول شاگردی هم مرسوم بود، الان چی؟ الان کجا باید به صورت، یعنی الان چجوری باید جای این کار شد بری دنبالش یاد بگیریش؟ ما در رشته هایی که توی دانشگاه وجود داره، به عنوان مثال فرض کنید یه نفر که رشته گرافیک تحصیل کرده در دانشگاه میتونه بیاد وارد دکور بشه. عموما در رابطه با دکور افرادی میتونن فعالیت کنن، یک مقدار نگاه مهندسی داشته باشن، نگاه فنی داشته باشن، متریال ها رو بشناسن، از طرفی هم یه نگاه هنری هم باید داشته باشن. یعنی ما نسبت به محتوا یک برنامه تلویزیونی که این برنامه قراره مثلا صبحگاهی باشه، سیاسی باشه، فرهنگی باشه، برای کودک باشه، خب قطعا اون طراح دکور باید این اطلاعات هنری رو داشته باشه راجع به این رشته‌های مختلف، از طرف هم نگاه فنی داشته باشه. به عنوان مثال میتونه یک طراح دکور یک طرح بسیار زیبا بزنه، هم مورد پسند همه واقع بشه، ولی از طرف این اجرایی نباشه. پس طراح دکور به کسی ما میگیم که یک، نگاه هنری داشته باشه و نگاه فنی، یعنی اون طرحی که میده قابل اجرا باشه. مثلا بعضا ما دیدیم که بعضی از طرحها خیلی خوب بوده، وقتی رفتن اجرا کردن دچار مشکل شدن، بعد این وقتی که اجرا شد اون چیزی که در روز اول قرار بود اجرا بشه نبود. این طرح باید قابلیت اجرا داشته باشه، یا حداقل با اون بودجه که در نظر گرفتن بشه حد اکثر اون چیزی که میخوان رو بگیرن، نتونیم یه حداقل اجرا یه مطلب. مورد بعدی این که ما در دکور تلویزیون کلون باز خیلی دارن اشتباه کار میکنن، سالها اشتباه فعالیت میکنن تو این زمینه، دکور خیلی دکور دائمی نگاه میکردن. ما در برنامه تلویزیونی خروجی تصویر مهمه، یعنی اینکه شما میتونید مثلا یه دیوار رو نشون بدید، میتونه کاغذ باشه، میتونه آجر واقعی باشه، میتونه روی دیوار چوبی کار بشه، ولی خروجی تصویر باید باورپذیر باشه برای بیننده ما. حالا با هر متریال شما آزادید، یه مطلب بسیار فنی استودیو رو باید رعایت کنه، میتونه یه نفر یه تابلو دکوری درست کنه خیلی رفله بده، خب تصویربردار یا کارگردان میگه این تصویر، این دکور داره اذیت میکنه، اذیت میکنه کار. پس حالا افرادی که در رشته‌های مختلف هنری کار میکنن، اگه دید فنی داشته باشن، به عبارتی میتونن وارد این رشته بشن. ولی بعضا ما در دانشگاه هنری ما رشته طراحی صحنه داریم، اونا میتونن وارد این کار بشن. اصلا رشته متخصصی اوناست دیگه. بله بله، ما مثلا طراحی صحنه دکور داریم، طراحی صحنه سینما داریم، که همه با هم تفکیک شده هست.
ولی در طور دکور تلویزیون من بخوام صحبت کنم، افرادی که دید فنی دارن و پرسپکتیو رو میشناسن، حجم رو میشناسن، متریال رو میشناسن، با نرم افزار جدید آشنا هستن. دیگه دورش گذشت که مثلا ما یه زمانی اگر تر میزدیم رو کاغذ با دست میکشیدیم مورد تایید قرار میگرفت، الان دیگه نه، چون باید تر رو بکشیم. خب این کاغذهایی که این رو گذاشتین چیه؟ مثلا همین کاغذ، این چه ابعادی رو به ما نشون میده؟ این چی هست؟ من راجع به طرها بگم، وقتی که دکور مورد تایید قرار میگیره از طرف سفارش دهنده که عموما تایید کننده است، البته خود موقعی که میخواد طرح تایید بشه کارگردان حتما نظرش اعمال میشه. ما در طراحی بخشی که میخوایم تولید کنیم یه دکور رو، مثلا یه قسمتی که برای آهنگری داریم، باید این طرح مشخص بشه، با ابعاد دقیق به گروه آهنگری سفارش میدیم که این ابعاد با این قوطی با این درجه ضخامت برای ما ساخته بشه. یا اگر قراره مثلا جای CNC بشه، MBF چیزی داریم، یا مثلا مومان مثلا یا نئوپان یا هر متریال دیگه، طرح رو اینطوری سازی میشه و فایلش هم حتما ارائه میدیم. فایلش یعنی چی؟ فایل کامپیوتری؟ بله بله، اگه فایل کامپیوتری نباشه چون روی این طرح نمیتونه برشکاری انجام بده. این تیلیدی نیست، اون کامل یه شمای کاملی توی بچه این به عبارت ما بهش میگیم نقشه فنی کار. علیرغم میگم تاکید دارم میکنم با اون کسی که خودم مدرس هستم، تحصیلات آکادمیک خیلی خوبه، ولی تحصیلات آکادمیک به تنهایی به هیچ وجه کافی نخواهد. یعنی بچه‌هایی که مثلا فرضاً در رشته گرافیک میان دانشگاه تحصیل میکنن، که وقتی لیسانسشون رو گرفتن یا فوق لیسانس گرفتن، اینکه فکر کنن بعد از این مدرک وارد بازار میشن و به عنوان یک گرافیست میتونن کار کنن، اشتباه میکنن، باید تجربه کنن. حالا غیر از عمده مخاطب شما که تایید کننده هستن، و چه جاهای دیگه میان پیش شما و از شما طراحی دکور تقاضا میکنن؟ ما یک بخشی که تو دکور خب فعالیت میکنیم تو زمینه دکورهای غرفه‌های نمایشگاهی، یعنی شما وقتی که در یه نمایشگاه بین‌المللی برگزار میشه در یک صنفی، خب برای ارائه محصولاتشون اون شرکت یا اون کارخونه باید یه فضای جذابی نیاز داره که بهش میگن طراحی غرفه نمایشگاه، که برای اونجا سراغ ما میان. در بعضی از همایش ها میان، همایش هایی که وقتی برگزار میشه، اینو همایش ها همه جور میتونن برگزار کنن، یه نفر میتونه بره پشت تریبون صحبت کنه، یا نه اون بک‌گراند و اون پشت به اصطلاح سخنران یه فضایی باشه در رابطه با اون همایش، اونجا دکور ساخته میشه. کلیه برنامه تلویزیونی همشون نیاز به دکور دارن و الان دکورها یه بخشش حتی از ساختن دیگه خارج شده، به اون بهش میگیم که دکور مجازی، یعنی اینکه ما دکور فقط تو کامپیوتر طراحی میکنیم و به صورت کروماکی، اما پرده آبی که ما بهش بله. میگیم مجری قرار میگیره و اون دکور از پشت به نظر، یعنی توی ما تو خروجیمون دکور، خروجی ما دکور ساخته شده می دسته، که در واقعیت الان دنیا تقریبا داره میره به سمت همین دکورهای مجازی، برای اینکه یک سرعت اون دکور آماده شدن دکور خیلی سرعتش خیلی بالاتر میره، زمان خیلی کوتاه‌تر میبره، از طرف هزینه قابل مقایسه نخواهد بود با ساخت دکور. درست نمیزنه مثلا؟ نه حالت چپ و راست اینطوری باید نمیزنه. آره حالت بگید من نمیدونستم الان اینطوری دقیقا. آره همین حالت چپ و راست الان خوب دارم رای میکنم دیگه. یه خورده بگی نگی. آره ولی جای کار داره اینه. الان شل میکنه صفر میکنه؟ الان صفر میکنه، فقط باید فشار بدی که محکم نگرش داره. بله اگه بعد الان چجوری سنبارش؟ اوخ اوخ اوخ
اوه تموم زد دیگه، تمومه؟ تمومه، صفر شده. با خب یه خورده به جلو یا این ور تا سمت من بیایم و بیایم و بایستایی برسیم برد. طراح صحنه یا طراح دکور یک شخص نیست که فقط همون اول بشینه و این کار رو طراحی کنه صرفا. اولا یک کار تیمیه، یعنی یک گروه هستن که میان این کار رو انجام میدن. مثل یک رهبر ارکستر، طراح رهبر این گروه هستش که میاد این ایده رو میده. این ایده توسط تهیه کننده و کارگردان تایید میشه، با هم به یک سمت و سوی میرن و این کار رو آماده میکنن و اون چیزی میشه که ما توی آثار تلویزیونی یا سینمایی و حتی تئاتر هم اینو مشاهده میکنیم. خیلی کار جالبی بود، یک کاری بود که کسایی که فنی کار فنی رو دوست دارن میتونن این کار رو انجام بدن. خیلی هویت خوبی داره، یک کار هنری، شخصیت خیلی خوبی داره، کار جالبیه. شما با رنگ ها، با شیها، با چیزهای مختلف کار میکنید و میتونید ازش لذت هم ببرید. Thank you.